امیر هوشنگ کاووسی، پدر نقد سینمای ایران، در روز جمعه دوم فروردین 1392 پس از مدت‌ها بستری بودن در بیمارستان سینا درگذشت. کاووسی بر این باور بود که سینمای ایران با اصول هنر پایه‌ریزی نشده. وی معتقد بود در جهت بالا بردن فن و تکنیک در سینما، تشویق مردم به شناخت فیلم درست و هدایت مسئولان کشور در جهت شناخت درست سینما و ارائه اون به مردم باید تا آخر تلاش کرد. خود او با تدریس درس سینما در دانشگاه‌های سینمایی و پرورش سینماگران برجسته و جدال‌های خیلی سخت و پیگیرانه با دیگر صاحب نظران عرصه سینما کاملا به اونچه که اعتقاد داشت عمل کرد. او با تمسخر برخی از فیلم‌های ایرانی رو فیلم فارسی نامید. منظور اون اثری هست که قالب فیلم رو داره، زبان روایتیش فارسی هست اما بدور از واقعیت‌های جامعه ایرانی است. ضمن ابراز همدردی و تسلیتی ویژه به جامعه هنری ایران، مخصوصاً جامعه سینمایی ایران، گزارشی از شپول عباسی در مورد این منتقد، مدرس و سینماگر برجسته رو خواهیم دید که دیگر در بین ما نیست. اصطلاح ساده ادبیات سینمای ایران، فیلم فارسی نخوانید، فیلم فارسی بخوانید. مبتکر این اصطلاح بر این باور بود که مرکب نویسی معنای سوم نفی را با خود دارد. امیر هوشنگ کاووسی گفته بود وقتی میگوییم فیلم فارسی، یعنی اثر ساخته شده نه فیلم است و نه فارسی. به همین سادگی تمام اعتراض خود از فضای فیلمسازی دهه 40 و 50 را با این اصطلاح ابراز داشت و پایه‌های نقد سینما را که خود پایه‌ریزش بود قوی‌تر نمود. نخستین نقد در سینما ایران به قلم کاووسی است. عوامل تولید فیلم لغزش در پوستر تبلیغاتی خود نوشته بودند فیلم لغزش دومین اثر کارگردان فیلم ولگرد. اما کاووسی که در اعتراض به هر دو فیلم و عنوان پوستر در مقاله‌ای با عنوان دومین لغزش کارگردان فیلم ولگرد آنها را به باد نقد تحلیلی گرفت، نگرش نویسندگانی که پیشتر به صورت کلی در مورد فیلم‌ها می‌نوشتند و اطلاعات بازیگران و سازندگان فیلم‌ها را در مجلات فیلم و سینما به مخاطبان می‌دادند تغییر داد و کم کم به سمت نقد فیلم‌ها روی آوردند. کاووسی که دانش آموخته کارگردانی مدرسه عالی آیدک در مقطع فوق لیسانس و رشته فیلمولوژی یا همان جامعه شناسی سینما در مقطع دکترای دانشگاه سوربن بود، پس از اتمام تحصیلاتش با اصرار دکتر کوشان به ایران بازگشت. نتیجه تلاش‌های اولیه‌اش در ساخت چند فیلم سینمایی چون ماجرای زندگی، 7 روز به اعدام، وقتی که آفتاب غروب می‌کند، خانه کنار دریا و چند فیلم مستند ناموفق بود. علم و دانشی که از فرانسه، سرزمین هنر هفتم، با خود داشت، به علاوه شناختش از جامعه ایران و موازی با آنها، اختلافات فکری با تهیه کنندگان فیلم در چگونگی ساخت فیلم ها مانع ادامه کار وی در وادی فیلم سازی شد. یکی یکی خودشونو نفله کنن. شما هیچ فکر نمی کنیم که تن باباتون تو گور می لرزه. فکر من پیرزنو نمی کنین که تو این دنیا چشمم پشت سرتونه و گوشم به صدای پاتونه. اقلا بسه هر روزی تو یکیو ببینم جواب اعظمو چی میدین؟ کاووسی که با اصطلاح ابداعیش فیلم فارسی در میان جامعه سینمایی شناخته تر شده بود، با نوشتن مقاله تندی با عنوان از داچ سیتی تا بازارچه نایب گربه در اعتراض به فیلم قیصر، یک تنه در مقابل فضای آن روز جامعه ایران ایستاد که قیصر را تحسین کرد. در جایی گفته بود با دیدن فیلم گاو مهرجویی کمی به سینمای ایران امیدوار شدم و شاید شروع موج نو سینمای ایران باشد. اما بعدها در یادداشتش عنوان کرده بود که در سینمای ایران موج کهنه‌ای نبوده که با یکی دو فیلم بشود به موج نو سینمای ایران فکر کرد. ببینه که خود حالا چه خواهی که بسارم ببینه اگه من ایشتی برگرده ببینه گابش بوده میدونی چه حاله میشه. اما قلب مملو از هیجان کاووسی که تا سالهای آخر در ترجمه و تدریس نقد تحلیلی سینمای ایران تپید، سرانجام در روز جمعه 2 فروردین 1392 آرام گرفت و قلم نقدش را به نسلی سپرد که سالها در دایره افکارش رشد کرده بودند. شپول عباسی، صدای آمریکا.